خب آقای فریدون شیبانی کارشناس فوتبال در هلند مهمان این بخش از برنامه هستن، ایشون برای خط تلفنی ما هستن. آقای شیبانی درود به شما، خوش آمدید. بازی های امروز رو چطور دیدید؟ برزیل یا پرتغال کدام در چهره مدعی قهرمانی ظاهر شدن؟ منم درود میفرستم به شما. ببینید باز هم من فکر میکنم هنوز دوده که ما بخوایم دو تا از این تیم ها رو بگیم قهرمانن، به خصوص رو پرتغال که ما عادت کردیم تیمایی رو که تا حالا قهرمان جام جهانی نشدن یک مقدار سخته برامون بگیم که این بار قهرمان میشن، ولی به هر حال دو تا تیم خوب این دورن و هر دوشون تیمایی بی‌شکستن تا این لحظه. بازی های عصر امروز رو چطور پیش بینی میکنید آقای شیبانی؟ بازی اسپانیا رو و در واقع وضعیت سوئیس و شیلی، فکر میکنید این گروه سرانجامش چه بشه؟ خب یه گروه پیچیده ایه به جهت اینکه الان نه تنها تیم سوئیس باید تیم هندوراس رو بزنه که قابل پیش بینی هم هست، از اون طرف هم اسپانیا براش مسابقه با شیلی یک مسابقه مرگ و زندگی مسئله بودن و نبودنی. بنابراین تصور میشه با توجه به سوابق اسپانیا شانس بیشتری داشته باشه، با اینکه شیلی تیم خوبی بوده به این در این جام جهانی، ولی خب از نظر سابقه و اون مسئله که این تیم به هر حال قهرمان اروپا هم هستش تصور میشه که اسپانیا بتونه امروز هدفش برسه، ولی خب بازم میگم پیش بینی ممکنه کاملا غلط در بیاد. احتمالاً با این وضعیت ممکنه اسپانیا در مقابل پرتغال قرار بگیره و برزیل احتمالاً با سوئیس یا شیلی بازی بکنه. آقای شیبانی تقریبا وضعیت این 16 تا تیم دوره بعدی مشخص شده با بازی‌های عصر امروز، این وضعیت کاملا روشن خواهد شد. شما کدوم یکی از این تیم‌ها رو الان در وضعیت بهتر می‌بینید؟ جزو این البته غیر از این دو تیمی که الان صحبت کردیم هنوز اسپانیا، سوئیس یا شیلی مشخص نیست بین این سه تا تیم، ولی تقریبا مجموعه 16 تیم رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ من تصورم اینه که ما باید بریم روی تیم‌هایی که نتایج خوبی تا این لحظه گرفتند و شکست نداشتند، یعنی ما بگیم آرژانتین، برزیل و از این طرف هم تیم هلند. برای اینکه ما تیم‌های دیگه‌ای که مثل انگلیس با دو بار توقف یا آلمان با یک شکست دیگه فرصت اینو ندارن که یک بار دیگه اشتباه کنن، اگر بخوام یک تغذیش داشته باشن به همون سرنوشتی دچار میشن که تیمای گذشته جام جهانی قهرمان گذشته جام جهانی بهش به اصطلاح مبتلا شدن مثل ایتالیا و فرانسه. آقای شیبانی صعود دو تیم آسیایی ژاپن و کره جنوبی رو چطور میبینید به این مرحله؟ بفهم. 100% به اعتقاد من یک نتیجه کار خیلی حساب شده، برنامه ریزی شده و حتی سرمایه گذاری شده است. یعنی این دوتا تیم هیچ کدوم اتفاقی تا اینجا نیومدن بالا، همه مسابقات رو خوب انجام دادن و حتی باید بگیم ژاپن شکستی که از هلند خورد شکست نبود، در واقع نشون داد که چه تیم محکمیه و چقدرم برای پیروزی بیقراری میکنه، حتی اگر در روش دانمارک باشه یا هلند باشه، تیمایی که سابقه قهرمانی در اروپا دارن. آقای شیبانی دو تا پرسش، در واقع دو تا سوال تو هم میخوام آخرین لحظتون بپرسم. فردا کره جنوبی با اروگوئه بازی خواهد کرد، آمریکا با غانا، پیش بینیتون چه هست؟ فکر میکنید چه شانسی کره جنوبی یا آمریکا دارن؟ اتفاقا یک مرحله جالبیه، چون به خصوص مسابقه آمریکا و غانا میتونه دو تا تیمی رو که در روزهای اول اصلا حساب نمیشده در برابر قدرت‌های اروپایی اینها برسن به مرحله یک چهارم، و همین قضیه در مورد بازی دیگه صدق میکنه. ولی به هر حال ما باید بگیم که آلمان با و انگلیس یک تیمایی هستن که به موقع بیدار شدن، بنابراین چه مسابقه حالا فردا رو در نظر بگیریم، دو مسابقه فردا چه مسابقه‌های بعدی رو، این تیم‌ها میتونن یک بار دیگه بیان روی خط شانس قرار بگیرن و خودشون رو مطرح کنن به عنوان مدعی. تشکر میکنم از شما فریدون شیبانی کارشناس فوتبال از هلند. متشکرم، منم تشکر میکنم.